هر کاری ابزار خودشو لازم داره. برای اعتراض هم شما باید ابزارت کامل باشه. مهمترین ابزار برای اعتراض چیست؟ پلاکارد؟ نه پلاکارد نیست. بیانیه؟ نه اونم نیست. طراحی شعار؟ نه اونم نیست قربونت برم. پس چیه؟ هویج. هویج، بله هویج. داخل هویج، داخل میوه، هر چیزی که میتونه یه مقدار برآمدگی داشته باشه حتما میخ بریزن، پخش کنن تو خیابونا که ماشینا پنچر بشن، بمونن در جا، حرکت نکنن. اون وقت برآمدگی نداشته باشه نمیشه؟ مثلا خود میخو بریزیم کف خیابون نمیشه؟ آخه تو ایران اعتراضا زود تموم میشه، تا ما بیایم میخو رو جاساز کنیم همه چی تموم شده رفته. به نظر شما بهتر نیستش که شعارهای اعتراضیمونو خیلی محکم بنویسیم رو پوست موز بعد بندازیم زیر پای مسئولین؟ اینطوری اثرش بیشتره ها. هویج، برآمدگی، اسپری به دست روی خیابونا، روی آسفالت خیابونا، بزرگ بزرگ. الان دیگه خیابونا دست شماست. بنویسید جاوید شاه، همین کافیه. اسم رضا پهلوی رو بنویسید. الان ما کف آسفالت بنویسیم جاوید شاه، ماشین حمله زباله و فلان از روش رد بشه، بی احترامی به اعلی حضرت نمی شود. آیا تو دقیقاً میخوای کیو بزنی؟ خود رژیمو یا مخالفای رژیمو؟ اجازه بدیم ما براندازان مملکتمون آزاد کنیم. شما میتونین هر چقدر بخواید اینجا به فرهنگ و هنر و نمیدونم این کاراتون برسید. ما براندازا؟ الان تو براندازی یا بغلی سر به زیره؟ تو بولیم و پولی، تو استدیو به زور میای بعد میخوای بیای ما رو بر بیاندازی؟ از هن چه کاریه؟ به نظرم شما بچسب به رژیم غذایی، تو کاری هم به رژیمای دیگه نداشته باش. نکشیمون گوگولی. شما خواهی ملت ایران فراموش میکنی؟ شما بازاریا چه خیانتی به ملت کردی؟ شما کسبه چه خیانتی به ملت ایران کردی؟ بازاریا، کسبه، بقال، خاربار فروش، خجالت بکشین در اون مغازون، کرکره ها رو بکشین پایین. شما به خیالتون تا کیک میتونید نسل ها رو سرکوب کنید؟ عجب گرفتاری شدیم ها. تو اعتراضات قبلی کرکره ها رو کشیدین پایین، گفتین شما مزدورین، کرکره ها رو بدین بالا، یه آبی چیزی بدین دست مردم. این سری میگین بکشین پایین. آقا ما چی کار کنیم؟ هی بکش بالا، بکش پایین. برای اولین بار مردم بدون رهبر، بدون اینکه آویزون به هیچ حزب و جریان سیاسی در داخل بشن، خودشون همدیگر رو پیدا کردن. خب خدا رو شکر این بار آویزون کسی نشدیم، خیلی خودجوش و بدون رهبر ریختیم کف خیابون. رهبران میدانی رو باید به شما معرفی بکنن. شما از کجا میدید؟ چه شواهدی وجود داره که این اعتراضات رهبر میدانی نداره؟ مگه میشه بدون رهبر میدانی اعتراضات رو سازماندهی کرد؟ ای بابا، شما هم دیگه شورشو در آوردین ها. یکی میگه آویزون بودیم، یکی میگه نبودیم. بالاخره بکشیم بالا یا ببخشید، بالاخره رهبر داریم یا نداریم؟ در جلوی کاخ سفید هستم، در پشت سر من هم سازمان مجاهدین خلق یک تظاهرات کوچکی را امروز ترتیب دادن. بین 50 تا 100 نفر تظاهر کننده الان پشت سر من هستند که تقریبا نزدیک 20 دقیقه نیم ساعت است علیه مقامات حکومت جمهوری اسلامی شعار میدن. 50 تا 100 نفر 20 دقیقه شعار دادن؟ واقعا به زحمت افتادین ها؟ این همه آدم با این تعداد احتمالاً کشورهای همسایه ایران هم میتونی تغییر رژیم بدین، چه برسه به خود ایران.